مسلمانان در فرانسه بارها و بارها از سوی فعالان و چهره‌های مختلف سیاسی مورد تهدید و اهانت قرار گرفتند و هیچگاه برخوردی با این تهدید کنندگان و توهین کنندگان نشده است. در همین راستا یک فعال راستگرای افراطی در فرانسه خواستار نابود کردن مسلمانان شد. همکارم امیر غفوری گزارش می‌دهد. پاتریک گاردین، فعال راستگرای افراطی در کشور فرانسه، خواستار نابودی مسلمانان و آتش زدن مراکز ارتباطی آنها شد. در واکنش به این اظهارات نژادپرستانه و تهدیدآمیز، فعالان شبکه‌های اجتماعی فرانسه میزبانی این فعال راستگرای افراطی در یک برنامه تلویزیونی را محکوم کردند. پاتریک گاردین در این برنامه تلویزیونی همچنین از یک تروریست نیوزلندی که 2 سال پیش 49 نفر را در 2 مسجد به قتل رساند حمایت کرد و او را مورد تعریف و تمجید قرار داد. این فعال افراطی در اظهارات خود در برنامه TPMP که از شبکه فرانسوی C8 پخش می شد گفت: هیچ مشکلی نسبت به حمله تروریستی نیوزلند نمی بینم، زیرا من با اسلام به عنوان یک دین و با قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی مشکل واقعی دارم. وی در ادامه افزود: خدا را شکر که فرانسه هنوز دارای یک جامعه یهودی است و علی‌رغم تلاش عده‌ای هنوز به طور کامل اسلامی نشده است. در واکنش به این اظهارات خانم فیزه بن محمد از روزنامه نگاران مسلمان در فرانسه گفت: سخنرانی گاردین نتیجه آن چیزی است که در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای راست افراطی تبلیغ می‌شود که با رویکرد عادی‌سازی همه فعالیت‌های اسلام حراسی رشد چشمگیری داشته است. گفتنی است این اولین باری نیست که فعالان و چهره‌های سیاسی علیه اسلام و مسلمانان اظهاراتی تهدیدآمیز و فرقه‌گرایانه مطرح می‌کنند.